یک خبری همین الان دیدم، یک خبر تلخ که در مورد آقای حسین زمان و آقای آتیلا پرسیانی است و میخوام در مورد مفهوم مسئله سرطان، کانسر و اینها صحبت بکنم. این خبری که من الان دیدم، آقای بهمن بابازاده خبرنگار موسیقی منتشر کرده، گفته متاسفانه آتیلا پرسیانی و حسین زمان خبر سرطان پیدا کردنشون متاسفانه از سوی فرزندانشون تایید شد. حالا ما چند روز قبل همگی دیده بودن که آقای آتیلا پرسیانی شما پایین در همایشی که وجود داشت برگزار شده بود به صورت مثلا لاغر اینا اومد اونجا و ازش تجلیل میکردن فلان، ولی حالا همه حدس میزدن که موضوع چیه. اما این که به این گستردگی باشه و آقای حسین زمان هم که ایشون هم یک خواننده پاپ هست به این موضوع مبتلاست، حیرت ها. این موضوع باعث شد من الان برم سرچ بکنم. سرچ کردم دیدم که آقای حسین زمان این که ببینید توییت پسرشه، گفته بابا ابوذر زمان، گفته بابا قربونت برم هیچ ظلمی اینها کمرتو خم نکرد، نمیدونم چرا این سرطان زورش به تو رسیده و اینها. به نظر میشه اینشون تو مرحله متاستاز باشه. حالا توضیح میدم که کلا موضوع چیه و چه باید کرد در این جهان با مسئله سرطان. دوران شخص سخت رو به پشتر گذاشته. خب این که هیچ دیتایی نمیده. خب من رفتم این جستجوهایی کردم، پیدا کردم که آقای حسین زمان اصلا ایشون زیاد داره خواننده چیزی نبود. حالا این گوشات رو بگید، اون قدیما ایشون چیز ایبی بود، مثلا بدل ایبی بود یه جورایی، ولی خب سبک خودشو داره، خفن اینا، اوکی. اصلا خیلی قطعات خوبی داره. اون زمانی که نوار باب بود من خودم خیلی دنبال میکردم، ولی به هر حال خب آرتیسته دیگه، ولی انسانه به هر حال. حالا کنه حالا بدل ایبی بوده، بدل داریوش بوده، کی بهمان. پسر ایشون اعلام کرده که پدر بنده مبتلا به بیماری خیلی بد که چیزی ما بهش میگیم سرطان هستش شده است. همینطور آقای آتیلا پرسیانی. حالا این یه مقدار میتونه نگران کننده باشه که مردم با هم بگن چرا همه دارن این بیماری رو میگیرن. خب من به شما میگم که خیر، اینجوری نیست. این بیماری رو خیلی ها دارن میگیرن، ولی چون این آرتیست هستن، سلبریتی هستن، به چشم میاد. بیماری سرطان چند مرحله داره. اگر دوران مال آقای حسین زمان گفته شده که سرطان کبده، در واقع اینجا گفته شده که کبده. حالا کبده نگفته که مثلا پانکراسشه یا مثلا چیزش هست، کیسه صفراش هست، خود بافت کبدش سایروس بوده که بعدا شده. اینا هم میتونه دیتاهای دیگه به ما بده. اما به هر حال اگر سرطانه که پانکراس باشه و وارد مرحله متاستاز شده باشه، یعنی مرحله ای که اون توده ای که تشکیل شده درون بدن انسان میتونه حرکت بکنه به دلایلی که فعلا معلوم نیست، بره جاهای دیگه از طریق لنف و غیره، به جز مثلا تو بافت استخوانی اگر باشه نمیتونه حرکت بکنه. اما به هر حال برای اینو مشخص نشده. بیشتر بیماریایی که تومور هستن خیلی زود با یک سونوگرافی ساده مشخص میشن، ولی ما تو ایران چون که غربالگری نداریم یه مقدار دیر متوجه میشیم. حالا من به همه توصیه میکنم هر چند وقت یه بار برن سونوگرافی بدن، از اندام داخلی بدنشون امارایی بدن، از مغزشون آزمایش های روتین بدن، چیزشون ببینید. من سرچ کردم اومده حسین زمان، یه کوچیکش کار شما ببینید، به بیماری سرطان مبتلا شده. این خواننده در موقع قرار داشته هفتم اردی بهش پس از درد چیزه. حالا الان چون که شیمی درمانی هست، پرتو درمانی هست و کیموتراپی، احتمالاً بتونن کنترل بکنن اون توده هایی که در برون بدن ایشون وجود داره. حالا در مغز اگر توده ای وجود داشته باشه حتما لازم نیست توده سرطانی، کیست ساده یک سلولی که در واقع توده تومور سرطانی، یک سلولیه که بی حد و حساب شروع میکنه به تکثیر به دلیل یه پروتئینایی که داخل سلول هست مسئول کنترل تقسیم سلولی هستن، اشکالات پیدا میکنن، شروع میکنن تقسیم بی رویه پیدا کردن و چون گیرنده های قندی بالایی دارن شروع میکنن قندها رو بگیرن و بیشتر زودتر بزرگ بشن. حالا با شیموتراپی میشه کنترل کرد پیشرفتشو، ولی خب تو مغز اینجوری نیست، سیستمش یه مقدار متفاوته. ولی تو کبد مثلا چون در مورد فکر کنم پانکراس باشه، نه فقط گفته کبد. حالا کبد نمیدونم، اگه مثلا صفرا باشه خیلی فجیه، یه دفعه اصلا چیز میشه با خیلی چیز میتونه باشه. پانکراس هم همینطور. ولی میگه که 3 ماهه که مشخص شده این موضوع، ولی قطع به یقین زودتر از این قابل تشخیص بوده. خب بابا این سلبریتی هستید دیگه، برید برید خودتون نون و بقال نیستید که خبر ندید. یکی بزنه در روستاهای کوکیلوی و بویر احمد مثلا چیز میشه،
میگه میشون 4 سال بوده مثلا سرطان معده داشته خبر نداشته. خب بله، طرف در مثلا عشایره کوکلوی و این احمده معلوم امکاناتی نیستش اونجا که بتونه بره آزمایش بده. شما که دیگه خفنید، دیگه خفنید، پولم دارید و کنسرت میذارم. الان میخوام مال حامیمو بذارم که بلیتش بذار نشون بدم اینجا به صورت پریویو که هر کسایی که دنبال میخوام بکنن ویدیو بعدی رو ببینن. آقای حامیم که کننده جوونیه نگو گوش برو، تو آپارات از اون ویدیو رو میبرن یوتیوب اشکاله اوکی، ولی آپارات اینم یاسه، این ویدیو رو یاسه که پیر شده. آقای حامیم خلاصه اینهاش بلیتش 5 میلیون تومان در تهران. حمید هیراد هم راستی بیماره، اینا میخوام درست بکنیم اینجا چه مسئله هنریه در اینجا. 5 میلیون تومان بلیت آقای حامی. خب آقا یه خوردهشو برید، برید آزمایش روتین، یه خوردهشو برید آزمایش سونوگرافی، برید ام آر آی بدید، مشخص میشه بابا الان دنیا اینجوری نیستش که مثلا چرا توی خون. حالا اینا رو بعد از کسی که متخصص سرطان هست، ما یک تخصصی در پزشکی داریم سرطان شناسی هست، چیز این سوال بپرسید، این وقت بگیرید اونجا ویزیت بدید از این سوال بپرسید آقا بجز سرطان مثلا خون چه انواع دیگه سرطانی ها میشه زود تشخیص داد و زود درمان کرد است و کنترل کرد لااقل. خب نمی اینا بیا بلیت رفته فروخته 5 میلیون تومان ولی میرن مثلا با تفریح میکنن. تا نه حسین زمانی آتیلا پستیانی اینه که حالا بازیگره زیاد پولی نمیگه، ولی آرتیست هستید، خفن هستید، سلبریتی هستید، پولا رو یه قسمتشو برای درمان بذارید، برای کنترل بذارید، برای قربالگری بذارید. خب ما به خلاصه خیلی ناراحت شدیم از این موضوع، یعنی قسم اعلام بکنم همدردی هم بکنیم، همراهی هم بکنیم، هم امپاتی بکنیم به پسر ایشون، فرزندانشون و اقوامشون. این من میترسم کپی رایت داشته باشه ولی بلی بکنم مال قدیم. یاد روزای کودکی، روزای مشق و مدرسه، دویدن تو کوچه ها تا وقتی که شب درسه، تا وقتی که شب درسه. خب خوبه دیگه، چیز بکنه کپی رایت کلیم میده با من موزیک ما، این مال شرکت آقای چیزه. خلاصه ایشون، خلاصه ما آرزوش سلامتی میکنیم، ولی قبل از آرزوش سلامتی باید یک توصیه میکنم به عنوان یک فرد شهروند ایرانی و همه آدم هایی که میشته، آقا یه قسمت از درآمدتون رو بذارید برای سلامت خودتون از این جهت که هر 3 ماه برید آزمایش ایوانسی بدید برای اینکه ببینید قندتون چقدره، آزمایش سونوگرافی بدید ببینید بافتای بدنتون چه وضعیتی هن، اصلا یه آزمایش روتین کلی بدید که بفهمید ترکیبات خونتون چجوریه، همه خیلی زور مشخص. سرطانی داره قلمبه نمیذاره بیرون که ظرف یه هفته ایش هم هست، ولی اینایی که اینا پیدا میکنن، بیشتر آدم ها در ایران پیدا میکنن اینجوری نیست، کهنه میشه یا تیسی دارو مصرف میکنن، بیشترش هم بخاطر سبک زندگی ما هست، روغنایی که استفاده میکنی مثلا چه میدونم مثلا سیگار، الکل، اینا جهش‌ها هستن برای سلول ولی برای تخصیم سلولی، اما سبک زندگی ما، دود تهران رو ببین یا شهر ما عراق، در هوا سرب وجود داره، در هوا روی وجود داره، فلزاتی که در بدن تجزیه نمیشن وجود داره و اینا میرن درون بدن تولید جهش متاسیون میکنن برای تولید بافت سرطان. خب این بود خلاصه این بود، تموم شد دیگه. آقای آتیلا پستیانی هم آرزوی سلامتی داریم، خیلی ولی لاغر شده بود من دیدم. در جهان معمول سرطان دوستان، در جهان معموله، در ایرانش هم نه، در ایران معمول نیست، خود زیادیه. بعد یه جالبی هم بگم، در کشورهای بیشتر توسعه یافته بیشتر سرطان کبد هست، باورتون میشه؟ برید خودتون سرچ کنید پیدا کنید، باور کن به خداست، مخصوصا سرطان پانکراس و کبد یا انواع دیگه در کشورهای خفن‌تر پیشرفته بیشتره. نمیدونم علتش چیه، بعدا تحقیقات میکنم میام میگم، نمیدونم چیه، یک کاز و کورلیشنی داره، یه رابطه علت و معلول با یک چیزی خواهد داشت. همین دیگه، فعلا همین، خدا نگهدار. اگه اخبار دیگه هم بود اعلام میکنیم. پس آقای چیزم الان درست میکنم، آقای حمید هیراد برای یه طرف داری، چون ایشون ولی خب واقعا یه بیماری دیگه ای داره احتمالا، حالا تحقیق بکنیم. فعلا همین، خدافظ.